با سلام خدمت همه شما دوستان عزیز و مهربان علاقه‌مندان کانال انا تیوی. بعضی ممکنه در خواب خواب آتش رو ببینن، اما تعبیرش چیه؟ اسماعیل ابن اشعث میگه اگه در خواب ببینی کنار آتش بزرگی گرم میشی، تعبیرش اینه که به پادشاه بزرگی نزدیک میشی. ابن سیرین میگه اگه ببینی آتش روشن کردی تا خودت یا کس دیگه ای رو گرم کنی، یعنی به دنبال چیزی هستی که ازش استفاده ببری و سود کنی. حضرت دانیال میفرمایند اگر ببینی به تو گفتن کنار آتش خودت رو گرم کن، یعنی مال و اموالت رو حفظ میکنی تا دچار فقر و تنگ دستی نشی. اما روشنایی آتش، ابن سیرین میگه اگه در خواب ببینی برای روشنایی آتش روشن کردی، تعبیرش اینه که مسئله رو با دلیل و منطق بیان میکنی و روشن میسازی. جابر مغربی میگه اگه ببینی در بیابان آتش روشن کردی، طوری که مردم از نور آتش تو راه رو پیدا میکنن، یعنی مردم از علم و حکمت تو استفاده کرده و هدایت میشن. اگه اون آتش در حال خاموش شدنه و نورش کم میشه، یعنی حال و روز تو دگرگون شده و از دنیا خواهی رفت. و یا چنانچه ببینی درخشش آتشی که روشن کردی بر راه راست نمی درخشد و بر راه دیگر می درخشد، یعنی علم تو مردم را دچار گمراهی می کنه. ابن سیرین میگه اگه روشنایی آتشی رو ببینی که به وسیله اون می توان راه رفت، یعنی زاهد و پرهیزکار می شی. امام صادق علیه السلام می فرمایند اگر آتش رو در راهی ببینی که تا به حال اون راه رو ندیدی، تعبیرش بدبینیه. اما آتش و دود، ابن سیرین میگه تعبیر خواب آتش با دود غم و اندوه و زیان و پادشاهی ستمگره. ابراهیم کرمانی میگه تعبیرش بیم و ترس در کارهاست. و باز هم ابن سیرین میگه اگه در خواب ببینید دود همه سرزمین رو فرا گرفته و آتش زبانه میکشد، تعبیرش اینه که در اون سرزمین دچار فتنه و بلا و گرفتاری میشه. امام صادق علیه السلام میفرمایند اگر در میدان جنگ و محل درگیری آتشی که دارای دود هست ببینی، تعبیرش برای تو بیم و ترس از پادشاهه. جابر مغربی میگه اگه ببینی پاره ای آتش بیدود و درخشنده در دست داری، یعنی مشغول انجام کار برای پادشاه میشی. و اگه ببینی آتشی که در دست داشتی دود داره، یعنی در اون کار بیم و ترس وجود داره. اما آتش بیدود، ابن سیرین میگه تعبیر خواب آتش بدون دود و روشنایی قوت می باشد. حضرت دانیال می فرمایند اگر در خواب آتش بدون دود ببینی، تعبیرش اینه که به پادشاه و فرمان روا نزدیک میشه و مشکل تو برطرف میشه. جابر مغربی میگه اگه ببینی پاره آتش بی دود و درخشنده در دست داری، یعنی مشغول انجام کار برای پادشاه میشی. اما سوختن بدن و حرارت آتش، حضرت دانیال میفرمایند اگر در خواب ببینی آتش گرم و سوزان هست، تعبیرش اینه که دچار تب میشی. اگه ببینی بدنت بر اثر آتش سوخته، یعنی به اندازه سوختگی دچار رنج و ضرر و زیان میشی. امام صادق علیه السلام میفرمایند اگه ببینی آتش بدون نوری تو را سوزانده، یعنی دچار بیماری سرسام میشی. حضرت دانیال میفرمایند اگر ببینی خانه تو آتش گرفته و تمام بدنت در اثر آتش سوخته و شعله های آتش زبانه میکشد، ولی دچار بیم و ترس نشدی، یعنی به خاطر ضعف و بیماری های مثل سرمازدگی و طاعون و آبله و سرخش دچار رنج و سختی و مصیبت خواهی شد. اگه ببینی کسی تو را در آتش انداخته و سوزاند، یعنی پادشاه و فرمانروا به تو ستم میکنه، ولی به سرعت نجات پیدا میکنی و بشارت و خوبی به تو میرسه. همانطور که خدا در قرآن کریم هم آورده گفتیم ای آتش بر ابراهیم خنک و سالم باش، سوره انبیا آیه 69. اما تعبیر خواب در آتش بودن چیه؟ امام صادق علیه السلام میفرمایند اگر در خواب ببینی در داخل آتش ایستاده ای، تعبیرش اینه که دچار رنج و سختی میشی. حضرت دانیال میفرماید اگر ببینی در میان آتش رفتی، یعنی به اندازه اون از پادشاه سود و منفعت به دست میاری. اگر ببینی کسی تو را در آتش انداخته ولی بدن تو نسوخت، یعنی با بیمیلی به مسافرت میری. اگر ببینی در بین آتش میغلطی، یعنی برای پادشاه با میل و رغبت و فرمانبرداری بازرگانی میکنی، ولی عاقبت این کار برای تو خطرناکه. و در آخر تعبیر خواب خاموشی آتش چیه؟ جابر مغربی میگه اگه در خواب ببینی پاره ای از آتش رو که در دست گرفتی خاموش شده،
تعبیرش اینه که در خدمت پادشاه مال حرام به دست میاری. ابراهیم کرمانی میگه اگه ببینی آتشی که روشن کردی خاموش شده یعنی هلاک میشی. جابر مغربی میگه اگه ببینی در بیابان آتشی روشن کردی و مردم از نور آتش تو راه رو پیدا میکنن ولی اون آتش شروع به خاموش شدن کرد و نورش کمتر شد، یعنی حال روز تو دگرگون شده و از دنیا خواهی رفت. دوستان عزیز، این هم تعبیر خواب آتش بود. امیدوار هستیم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. کانال ما رو سابسکرایب کنین تا از تازه‌ترین ویدیوهای ما با خبر بشین. وقت شما انشاءالله که خوش باشه.